توی جلسه قبلی دکتر هوبان به ما گفتن که چیزای قندی و چیزای شکر برای مغز خیلی بده. ولی من توی مدرسه یاد گرفتم به خصوص قندای شکر سفید و چیزایی که با اون ساخته شده و اصولا چیزای شیرین کلا. بله. من یاد گرفته بودم توی مدرسه که گلوکوز اتفاقا برای مغز یه چیز واجب و خوبیه. شما کدوم مدرسه رفتید؟ ولی نه کاملا درسته. اتفاقا مدرسه اشتباه به همین رفتم مدرسه هوبان. نه اتفاقا درسته. دقیقاً همینطوره. علاوه بر اکسیژن که یکی از مهمترین غذاهای مغزه، گلوکوز واقعا یکی از غذاهایی که مغز بسیار لازم داره. ولی یه ولی خیلی بزرگ میگم، خواهش می‌کنم توجه کنید. بله. هر چقدر که ما بیشتر مواد قندی بخوریم، کمتر گلوکوز به مغز ما میرسه. هر چقدر ما بیشتر مواد قندی بخوریم، کمتر به گلوکوز به مغزمون کمتر میرسه. واو. خب. این چجوری؟ حالا اگه واقعا میخوای بدین چجوری، بله. قشنگ تبدیل میشه به یه کلاس درس. حالا خب ببین، میدونی که تمام اعضای بدن از عضله گرفته تا معده، روده، هر عضوی از بدن، بله، برای انرژی میتونن قند و چربی رو، یا به طور کلی چربی رو میتونن چیکار کنن؟ بسوزونن برای انرژی. بله. خب معمولا تمام اعضای بدن قادر به این هستن بجز یک عضو و اون هم مغزه. بله. مغز قادر نیست چربی رو استفاده کنه. اوکی. مغز فقط احتیاج داره به چی؟ گلوکوز. بله. پس تمام اعضای بدن میتونن چربی رو استفاده کنن غیر از مغز. حالا فرض کن ما خیلی چیزای شیرین میخوریم. وقتی که چیزای شیرین میخوریم چی میشه؟ مغز بعد دستور بده به پنکریاس یا لوزالمعده. بله. که چی بشه؟ اینسولین رو بریزه تو خون. بله. چرا؟ که قندمون خیلی بره بالا، میریم تو کما. اوکی. که نریم تو کما، پس بالانسش بکنه. یادت گفتم همیشه بدن از خودش یک واکنشی نشون میده که ما رو در اون لحظه نجات بده، کاری نداره بعدن چی میشه. بله. پس هی اینسولین رو میده و هی باعث میشه که قند ما بیاد پایین و همینجور اگه ادامه پیدا بکنه، خب میتونه باعث ناراحتی دیگه هم بشه. بله. مثل هایپوگلایسمی یا کسی که قندشون یهو میفته پایین. ولی اون بحث جداگانه است. بله. خب حالا ولی یه اشکالی که این وسط پیش میاد، وقتی که مقدار اینسولین از یه حدی در خون بره بالا، اون موقع دیگه اون اعضای بدن نمیتونن و قادر به این نیستن که چربی رو به صورت سوخت استفاده کنن. واو. مجبورن چیکار کنن؟ گلوکوز رو استفاده کنن. اوکی. خب بله. یعنی چی میشه؟ یعنی اینکه تمام این اعضای بدن که دیگه چربی رو نمیتونن استفاده کنن، به رقابت برای جذب گلوکوز با مغز میان. بله. پس ببین، اون موقعی که تمام گلوکوز میرفت به طرف مغز در درجه اول و بقیه چربی ها بعد بدن میسوزون، الان دیگه نمیتونه چربی رو بسوزونه. برای همین هر چی ما بیشتر مواد قندی بخوریم، اینسولین بیشتر در خون ما تولید میشه. هر چی بیشتر اینسولین بشه، دیگر اعضای بدن نمیتونن اون موقع چربی رو به سوخت ساز در بیارن، مجبورن گلوکوز رو به سوخت ساز در، پس به رقابت در میان. هر چی بیشتر این اتفاق بیفته، کمتر گلوکوز به مغز میفته. به مغز میرسه. آدم نمیتونه خوب فکر کنه، مغزش مهالود میشه. بله. بعد اصلا گیجه، نمیدونه، حافظش بد میشه. بله. قدرت تصمیم گیریش کم میشه، خیلی زود رنجی به وجود میاد و نهایتا خیلی از ناراحتی های افسردگی و استراب و غیره به خاطر اینکه مغز نمیتونه درست فانکشن کنه پیش میاد. بله. حالا متوجه شدید؟ پس درست. هر چی ما پس بیشتر مواد قندی بخوریم، نهایتا کمتر گلوکوز به مغز ما میرسه. بله. خب و الکل هم همینطوره. الکل هم تبدیل به قند میشه فوری. بله. خیلی چیزا هست که ما، نون سفید هم همینطوره. کامپلکس کاربن هم شما میگید کامپلکس بخورید. دقیقاً. تفاوتش هم این هستش که وقتی ما سیمپل کاربوهیدرات میخوریم، کاربوهیدراتی که ساده میخوریم، این به ما یک انرژی زیاد میده و قند میبره بالا ولی یه دفعه میندازه پایین. درست مثل شما یک این چیزو میبینی، شومینه، فایرپلیس، اینجوری توی اینجوری یه عالمه روزنامه بریزی. بله. آتیش بزنی، یه دفعه یه آتیش خیلی زیاد میاد، بعد یه دفعه خاموش میشه. ولی اگر اگر یک لاب، یک کنده چوبو بگیری و بذاری اونجا بعد بسوزونی، چی میشه؟ به آرومی خیلی به شما میسوزه و انرژی میده. تفاوت بین سیمپل و کامپلکس و یا به عبارتی کربوهیدرات‌های ساده و پیچیده این هستش که به ما انرژی خیلی ممتد میده وقتی ما کار و به مغزم خیلی بیشتر اون موقع گلوکوز میرسه. و اون موقع آدم بدنش بالانس هست. بله. بالا پایین مود نداره. به خاطر اینکه قند نمیره بالا. بله. اینسولین نمیاد و مقدار رسیدن گلوکوز به مغز خیلی کمتر میشه. و خیلی ها میگن که اون موقع که گرسنه هم عصبانی میشن و اینا، اونطوری وقتی که قندشون میفته پایین. که راجع به این مسئله در صحبت آینده خیلی مهمه که صحبت کنیم. بله. که این اصلا چی میشه قند آدم میفته پایین و چرا اون موقع نباید شیرینی بخوریم. آره.
در جلسه اولین چیزی که آدم میرن سراغش همین شیرینیه. چقدر جالب دکتر هومان، حالا تا این بحث رو بیشتر باز کنیم با هم دیگه. مرسی از شما.